بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در محضر حضرت استاد پی میگیریم رسائل فارسی حکیم سهروردی را که از دقایق و رقایق حکمی و عرفانی فراوانی برخوردار است، که امیدواریم که همه ما به نحو کامل از اون بهره ببریم. خب حضرت استاد، ما در رساله پرتوفنامه بودیم و امروز میخوام باز یک فرازی رو بخوانم که بسیار زیباست و عرض کردم ایشون همیشه با کلمه نور عشق بازی میکنه، گویی عروس حیات او این واژه نور در این عالم. بعد و چقدر زیبا مفهوم لذت و علم را روشن میکنه با استفاده شگفت انگیز از آیات قرآن کریم. و اگر ما در این عالم معقولات لذت نیابیم و از رذایل و جهل در دردناک نشویم، از آن باشد که سکر عالم طبیعت بر ما غالب است و از عالم خیش مشغولیم. و چون این شواغل برخیزد، آن کس که کمال دارد لذتی یابد بی نهایت به مشاهدت واجب الوجود و ملاء اعلا و عجایب عالم نور، و دائم در اون لذت بماند و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بله، چقدر زیبا از این آیه استفاده کرد. و عقلی شود نورانی و از جمله فرشتگان مقرب شود و هرگز این خاکدان پلید را نیارد و از نگریستن بدو ننگ دارد. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید با نور اشبازی میکنه، برای اینکه فلسفه سهروردی فلسفه نوره، اصلا عالم هستی رو عالم نور میدونه، حق تعالی رو نور میدونه، مطابق گفته خود حق تبارک و تعالی اصلا همه چیز از نظر اون نوره. او از وجود صحبت نمی کنه، از نور صحبت. و اینه قبلا توضیح دادم که نور در نظر او منحصر در نور حسی نیست. نور یعنی ظهور، یعنی وضوح، آشکار بودن، آشکار بودن، واضح بودن، دریافت شدن. نوره عقل، نوره نور یعنی وضوح، دریافت، ظاهر شدن. همین معنی خدا نوره که ظاهره. خدا که نور حسی نیست، که نور چراغ برق که نیست. خدا نوره یعنی چه؟ یعنی واضحه، یعنی ظاهره. خب اگر مبنای فلسفه ایشون که عرض کردم ریشه ده هم در قرآن کریم داره، هم در ایران باستان، بنابراین در انسان اگر اصل عالم هستی نوره، چه جنبه از انسان نورانی تره؟ اگر خود ادراک نوره، اگر دریا، فهم، ادراک، شعور، آگاهی نور است، چه جنبه از انسان نورانی تره؟ طبعا باید گفت عقلش. انسان دارای عقل است، دارای وهم است، دارای خیال است و دارای حس، حواس پنجگانه. اینا ادراکات هست به سلسله مراتب. کدام یکی از این نیروهای ادراکی از حس و خیال و وهم و عقل قوی تره؟ خود عقل قوی تره. پس همون عقل بیشتر نورانیه. و هرچه انسان به عالم نور نزدیک بشه لذت بیشتره. لذت یعنی به نور رسیدن، به روشنایی رسیدن. رنج و الم یعنی در تاریکی فرو رفتن، در ظلمت موندن. این رنجه. ظلمت جداییه،
تفرقه است، در ظلمت حضور نیست، در ظلمت و تاریکی حضور نیست، ظهور نیست، بیگانگی است، تفرقه است، جدایی است. اصلا درد جداییه. وقتی انسان یه عضوش بریده میشه درد میگیره، این تفرق اعضاه، این جدا میشن سلول ها از هم، تفرق پیدا میشه، درد پیدا میشه. درد جداییه، اصلا ریشه درد جدایی است. حتی در حس، حتی در بدن، بدن وقتی که نامیزون میشه اجزایش از هم جدا میشن، ناهمگون میشن، نامیزان میشن، درد پیدا میشه. ریشه درد جداییه. ظلمت دردناکه، نور لذته. بنابراین هرچی به عالم نور نزدیک بشی لذت تو بیشتره. حالا ایشون در ضمن این عبارت زیبایی که در این رساله پرتونامه، که اسمشم چه زیباست، پرتونامه است، پرتو، پرتو نوره، یعنی همین که رساله پرتو نور عقلشه، ایشون نوشته به زبان شیرین زیبای فارسی در اون در قرن ششم واقعا. بعد میگوید که استاد معذرت میخوام، ما میخواییم که به یکی از پرسش ها دغدغه های امروز بشر، که معیار لذت چیه، معیار الهام چیه، معیار درد چیه، شادی چیه، بعد از دانته در غرب و مکتب لذت گرایی اصلا روکرد بشر رفته به مثلا بهره‌مندی از تمتعات دنیوی، شهوت گرایی لجام گسیخته، اصلا نوع هرزه گرایی. با توجه به بیان سهروردی که منشأ لذت را یکی واجب الوجود دانسته و ملأ اعلا و عجایب عالم نور، ما برای پاسخ به نیاز امروز باید چگونه این نیاز رو تأمین بکنیم و عرض کردم این حکمت رو؟ بله، عرض کردم که در اینکه ماهیت لذت چیست و ماهیت رنج چیست، قبلا هم اشاراتی داشتیم و صحبت کردیم، اختلاف نظر زیادی هست هم بین حکمای ما بوده. عرض کردیم نظر ناصر خسرو و بادیانی رو قبلا نقل کردیم، امروز نظریات دیگر هست. یه وقت از لذت جسمانی صحبت میکنیم و از لذت و رنج جسمانی، یه وقت از مطلق لذت رو هم که روحانی باشه، این با هم فرق هم داره. میگن تفرق اعضا، تفرق همین بریدن، جدا شدن رنج برای جسمه، بیگانگی رنج، اتصال و وحدت لذته. حالا از جسمانی بریم تو روحانی، لذت اونجاست که هر چیزی به کمال خودش میرسه، به خواسته خودش وقت که میرسه اون لذت، نرسیدن به مقصود رنجه. خوب توجه کن، وقتی میرسه هر چیزی به پایان خودش، یعنی به اون به مقصد غایی خودش که میرسه، ارضا میشه، راضی میشه. هر قوه ای این قوه، هر قوه ای میکوشد به هر حرکتی غایت داره یا نه، هر حرکتی به یه جایی میخواد برسه. بله، اصلا حرکت بدون غایت شما در عالم داره؟ نه. حرکتی که پایان نداره و غایت نداشته باشه، هر حرکتی غایت داره. حرکت کوشش و جنبش است برای رسیدن به چیزی و جایی. وقتی به اونجا که میخواهد میرسد اون لذت، اگر نرسد رنجه. حالا این رسیدن به اون کمال یا اون غایت یا اون مقصد فرق میکنه، چی میخواد به کجا برسه، بدن به کجا میخواد برسه. چشم کمالش اینه که ببینه، گوش کمالش اینه که بشنوه، ذائقه کمالش اینه که بچشد، شامه کمالش این است که ببوید، لامسه کمالش اینه که لمس کند، متخیله کمالش اینه که تخیل کند و به یک متخیلاتی برسد، واهمه کمالش اینه که به ادراک معانی جزئیه دست پیدا کند، عقل کمالش اینه که به معقولات برسه. این هر کدوم یه مقصدی دارن و در رسیدن به مقصد کاملن. حالا به سلسله مراتب هر کدوم هرچه بالاتر باشن اون لذتشون بالاتره. حس چش فقط میخواد ظاهر رو ببینه، این کمالشه، چش وقتی میبینه لذت داره. اما عقل به معقول میرسه، بصر به مبصر، رائی به مرعی، لامس به ملموس، عقل به معقول. معقول وسیع تری، ملموس معقول، معقول بی نهایته، کلیه، معقول کلیه بی نهایته. ملموس همینه، همینجا رو دست میزنی زبر نرم صاف صاف نیچه، دایره وسیع تره. پس لذت عقل قابل مقایسه با لذت حس نیست. لذت شاید اصلا عقل نباشه، لذت حسی هم شاید نبا، تازه حس نباشه. آفرین بر شما، تازه لذت های حسی هم در همون حدی که هست اگر عقل پشتوانه نداشت
معنی نداشت. من ببین شما خیلی خوب فرمودین، مثلا شما الان این میز رو میبینی، چشم شما فقط دیدنه، اما اینکه این اونچه که من میبینم هست، وجود دارد، اونم چشم میگه. چشم میبیند یا میگه وجود داره؟ چشم میبینه بله. ولی چی میگه حالا وجود داره این مبصر؟ اون ادراکه، عقله، بالاتر از چشم. چشم فقط میبیند، حکم نمی کند، اما چی حکم میکنه که اونچه که من دیدم هست؟ عقله. بله، میخوام تایید کنم که باز همین لذات حسی هم حکم عقل پشتش هست، منتش عقل هی میره بالا یه جایی که دیگه نیازمند به حواسم نیست، همین حواسم عقل داره کمکشون میکنه، اما عقل اینقدر بالا میره که دیگه حتی با حسم کار نمیکنه. یعنی از مراحل حس و مراحل خیال، مراحل وهم بالاتر در عالم معقولات و مرسلات سیر غیر متناهی میکنه. اجازه بدید من یک مثالی بزنم. ببینین، شما از دنیای امروز صحبت کردید، دنیای علم امروز. من برای علم احترام قائلم، هیچ دشمنی و مخالفت با علم، هر چه پیش بره و هر روزم داره پیش میره و هر ساعت داره عوض میشه، مخالفتی ندارم، نمیتونم من مخالفت کنم، یه واقعیت داره پیش میره. اما ببینین، شخصی که بازمایشگاه میره چی دریافت میکنه؟ اون چی که میبیند با چشم مسلح، حالا یا با تلسکوپ میبینه کهکشان ها را که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن، یا با میکروسکوپ میبینه ذرات را که اونقدر ریز 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 ذره است که دیگه تقریبا به موج تبدیل میشه. دو جهان بی نهایت خرد و بی نهایت کلان. بی نهایت بزرگ با تلسکوپ و بی نهایت خرد با میکروسکوپ داره میبینه، و این هر درکم براش لذته. البته عقلم داره کمکش میکنه، اما عقل محض نیست، این هنوز با ابزار چشم مسلح یا تلسکوپ یا میکروسکوپ. همطور برو بالا ببینید، هر کسی آزمایشگاه داره. فیلسوف در آزمایشگاه عقل وارد میشه، البته عقل در خلاء کار نمیکنه، عقل از مبصرات و محسوسات و متخیلات و اینا میگیره، ولی هی بالا میره، فرا میره. اجازه بدید من یه مثال بزنم. ببین، بچه وقت که متولد میشه، اصلا انسان از اول با ادراک شروع میکنه، به مجردی که پا به این عالم گذاشت ادراک شروع میشه، حسش باز میشه. بچه وقت که متولد میشه چشمش میبینه یا نمیبینه؟ میبینه یا نمیبینه؟ چشمش میبینه. میبینه بله، گوشش هم میشنوه، حواسش کار میکنه، منتش اینا تمیز نداره، اینا اصلا تفکیک شده نیست. بچه ای که حالا دو سه روز متولد شده، از همون آغاز، من از شما میخوام بپرسم، همون هم آزمایشگاه داره، میدونه آزمایشگاه چیه؟ دهنشه. هرچی به دستش میاره تو دهنش میذاره. بچه ها رو دیدی یا نه؟ بچه ها 6 ماهه 1 ساله دیدیم بله. اگه یه چیزی به دستش بدی، اون چیز چه بد باشه چه خوب، چه گرانبها باشه چه بدترین چیز باشه، چه دست بچه باشه چه نباشه، فوری میذاره تو دهنش. تو گویی که آزمایشگاه یه بچه 2-3 ماهه 6 ماهه 1 ساله دهنشه. یعنی مثل میبینه، میشنوه، رائحه، استشم، همه اینا رو حواس داره، اما گویا دهن براش مهمتره. خوراکش یه آزمایشگاه مهمش، با دهنش بیشتر کار میکنه. هر چی به دستش بذاری میذاره تو دهنش. حالا توجه بکن، خیلی حرف مهمی ها. حالا این بچه هر چی سنش بالا میاد، وقتی قد بزرگتر شد دیگه، وقتی یه چیز به دستش میاد تو دهنش نمیذاره، لمسش میکنه، میبیندش، میبویدش. همطور هی به تدریج هر چی بالا بیاد، از دهن به سایر حواس هم میرسه، کم 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 از حواس به خیال میرسه، تخیلش قوی میشه، کم کم از عالم تخیل وهمیاتش، وهمیات در که جزئی معانی جزئی است، وهم وقتی که میگیم نه یعنی باطل، وهم در اصطلاح فلسفی یعنی درک معانی جزئیه، اینو بارها عرض کردم اینجا. خیال درک صور جزئی است، مثلا این دیوار، این میز، یه صورتی در هر صورتی که در ذهن شما باشه ولو روبرو باش نباشی، مثلا شما سیمرغ الان تصور میکنه به صورت یه مرغ، این خیاله. اما وهم درک معانی جزئی است، صورت نداره. مثلا از یه شخصی خوشت میاد، این خوش آمدن که شکل نداره، که نمیشه نقاش، خوش آمدن شکل نداره، سیمرغ شکل داره در تخیل شما، هر چیزی که تخیل کنی میتونیش، مثلا یک دریای از جیوه میتونی تصور کنی، شکل داره. اما محبت شکل نداره، محبت کلی عقله، اما محبت جزئی وهمه. مثلا از یه آدم خوشت میاد، این خوش آمدن محبته،
این در اصطلاح فلسفی بهش میگن وهم. وهم معنی باطل نداره، وهم یعنی معانی جزئی. یا از یکی بدت میاد، نفرت. نفرت چه شکلی داره؟ یه کسی از یه کسی بدش میاد، یا از یه چیزی بدش میاد، از یه چیزی بدش میاد، ولی این چیز خاص رو بدش میاد. یه وقت نفرت کلیه، اون کلیه، اون به عقل مربوطه. از مثلا از ظلم بدش میاد، یه معنی معقوله. از ظلم به طور کلی این معنی معقوله. یه وقت از این موجود خاص بدش میاد، این وهمه. این رو من باید معنی کنم که شنوندگان توجه داشته باشند، اصطلاحات رو بدونن. همینطور هی به سلسله مراتب، بچه اول از آزمایشگاه دهن شروع میکنه تا میرسیم آزمایشگاه به حسه. الان آزمایشگاه علمی ما حسه، البته با حس باز تنظیم میشه اینا، یعنی عقل اینا رو تنظیم میکنه تحت قوانین اون چی که مشاهدات و داده های حسی رو باید تنظیم میکنه با عقل، به صورت قانون علمی در میاره تا میرسه به عقل. هرچه بالاتر بروی این روشنایی بیشتره، و روشنایی عقل بیش از روشنایی وهم و خیال و حس است. عقل روشنایی محض، وضوح محض. در عالم عقل غیبت نیست، جدایی نیست، عقل قابل تقسیم نیست، تفرقه نیست. در عالم عقل همه چی حضور و بها و کماله. ببین به قول یک عارفی میگه با معرفت دوزخ را میتوان بهشت کرد، و با جهل و نادانی بهشت دوزخ میشود. خب توجه کن، با معرفت کامل دوزخ بهشت میگردد، و با جهل و نادانی بهشت دوزخ میشود. و وا مصیبتا اگر اون جهل جهل مرکب باشد. الان میگه بله شون الان میگه که حالا شاید به جهل مرکب هم برسه. جهل یعنی بسته شدن همه قوای ادراکی. جهل یعنی نادانی. نادانی یعنی ظلمت. ظلمت تاریکیه، جداییه، تفرقه است و رنجه. شیخ داره اینا رو داره میگه، میگه هرچی شما به عالم معرفت هی نزدیک بشی، و در عالم نامتناهی معرفت، وقت معرفت هم حد یقف نداره، هرچی بری بالا بیکرانه است. بیکرانه است، بالاترش هست. نمیتونی به جایی برسی که بگی اینجا دیگه پایان معرفته و بعد از او دیگه نمیشه رفت. ممکنه بگم من نمیتونم برم، ممکن من به جایی برسم که بگم من دیگه بیشتر نمیتونم برم، اما یعنی جای معرفت دیگه نیست؟ ممکن یکی از من قوی تر بره بالاتر؟ ببین قرآن کریم چی میفرماید؟ و فوق کل ذی علم علیم. این آیه خیلی عجیبه، یعنی شما به هر جا رسیدی که فکر کردی اینجا پایان معرفته، باز فوق این معرفتی هست. شیخ به این مطلب داره اشاره، به زدنی علم، رب به زدنی علم. زدنی علم یعنی کین کر کلام رو میگه، حضرت خصم مرتبت میگه، میگه اعلم ناس است، اعلم من فی الوجود است. حضرت خصم مرتبت اعلم من فی الوجود است، از علم الهی و لدنی و غیبی و وحیانی که به او ادنا رسیده. این مقام علمی که اعلم من فی الوجود چی میگه؟ میگه زدنی علم، رب زدنی تحیر. بله یا دلیل متحیر. همینطوره. خب پس استاد نتیجه میگیریم که حس، خیال و اینا مراتبی از ادراکند، ولی حقیقت لذت مال عقل ادراک عقل. اینا هم لذت خودشونو دارن. لذت خیال، لذت خیاله. بله. لذت حس. بله. چش وقتی میبینه مبصرات رو لذت میبره، گوش وقتی بله. به خصوص نغمه موزون میشنوه لذت میبره. اینا بله. همه اینا لذته، اما لذت عقل مافوق همه. خب استاد اجازه فرمودید میان برنامه رو ببینیم بعد در خدمت شما. Thank you.
گشتم در جهان و آخر کار، دل بر این برگزیدم که مباز. گشتم در جهان و آخر کار، دل بر این برگزیدم که مباز. سوی من همچه میگذی که منو لب لبی گزیدم که مباز. سوی من رب چه میگذی که مگوی لبلالی گذیدم که مباز. بی تو در کلبه گدایی خیش، بی تو در کلبه گدایی خیش، بی تو در کلبه گدایی خیش، رنج هایی کشیدم که مباز، رنج هایی کشیدم که مباز، رنج هایی کشیدم که مباز. خب حضرت استاد، اینجا در این فراز حکیم سهروردی به زیبایی منبع لذت را حق تعالی ملاء اعلی و عجایب عالم نور که حضرت عالی هم زیبایی فرموده، ایشون هم همین اعتقاد داره که اینجا عقل است که نورانی می شود و این سر را عقل انجام میده. اما این سال رو باید خورده شفافتر کنیم که بالاخره معیار لذت و علم چیست. جناب مولوی این مثال میزنه، میگه فرض کن که یک جوانی عاشق کسی شده و بهش تا حد عشق پرستش میکنه، اما یهو این فرد از بادر میاد میمیره، صورتش برجاست اما روحش میره. ایشون اینو رها میکنه، اصلا اون محبت میره، اون عشق میره، اون چه بر صورت عاشق کشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. این که عاشقش بودی صورتش برجاست، این سیریز چیز، عاشقا واجو که محشوق تو کیست. خیلی یعنی این احساس چه مولوی داره میبره ما فوق عقل این معیار رو کجا میخواد ببره؟ اتفاقا خیلی خوب فرمودی، ما در اون کتاب دفتر عقل و آیت عشق 3 جلده این بحثا رو مستوفا کردیم. بله عشق عقل نیست، عقلم عشق نیست، اما یه امای بزرگ، عشق هیچ وقت بی درایت و بی عقل نیست. در درون عشق عقل نهفته است، منتها عقل اونجا مستانه حرکت میکنه. عشق عقل مسته، عشق اونجایی پیدا میشه که عقل مست میشه. ببینید اینو من قبلا هم اشاره کردم، تو همین شعر مولانا این مطلب نهفته است، داره سوال میکنه یه عاشقی که بیقرار یه معشوق بوده و شب و روزش بیقرار یه معشوق بوده دیگه، اصلا از همه چیز از جانش برای معشوقش میگذشته. حالا معشوقش فرض کرده مولانا که معشوقش میمیره، جسد معشوق جسد مرده معشوق رو میبینه، بعدش نمیاد، خب این جسد رو هنوز هم دوست داره،
اما حالا با مرده معشوق همون عشق را میورزد که با زنده معشوق میورزد؟ نه، فرار میکنه از معشوق. اگر مجنون رو شب ببرن در گورستان پروی لیلی در اون گور بگذار، یه گور بزرگی درست کنن، بگن اینجا بشین تا صبح کنار لیلی، کنار لیلی در این گورستانش، مجنون چیکار میکنه؟ همون حالت داره که قبلا داشت؟ نه خیلی، الحق و الانصاف نداره. حالا مولوی این پرسه که خب آقا این همون معشوق توه، این بدنش همونه، صورتش برجاست، چشماش همون چشمه، صورتش، دماغش، بینیش، همش، گوشش همونه، مویش، زلفش همان است، همان است، صورتش برجاست، این سیریز چیست؟ پس چرا تو اینقدر تعشق عشق نمیورزی دیگه الان؟ این سیری از اون عشق سابق چیست؟ بعد جواب میده عاشقا واجو معشوق تو کیست؟ که معشوق تو کیست؟ تو جسم میپنداشتی اما عاشق روحش بودی. معشوق انسان تنها بدنش نی، اون عاشق فکر کنی بدن رو دوست داره، ولی چون نیک، اگه عشق اگه شهوت باشه ممکنه، ببین بین عشق و شهوت یه قدی فاصله هست، شهوت با بدنم دفع میشه، یعنی کار شهوت با بدنم اجرا میشه، اما اونجا که عشق واقعی هست فقط بدن است یا تمام هستی او؟ تمام هستی، تمام، و در واقع چون نیک بری تمام روح اونه. و در اینجا مولوی داره همینو میخواد بگه، میگه عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ این که اینقدر تو بیقرارش بودی، الان که بدنش در اختیارته در گورستان، پس چیو میخواستی؟ روح اونو میخواستی. روح او دیگه اینجا نیست، ملموس نی، روح معناست. معنی رو با چی باید درک کرد آقای لاریجانی؟ معنی معقوله یا محسوسه؟ معنی، معنی معقوله دیگه، با عقل باید. پس معقول بوده که معشوق بوده. من اینجا میخوام اتفاقا خود شعر مولانا نتیجه بگیرم، من دارم تفسیر میکنم. بله خود مولانا گاهی یه جایی عشق و عقل از هم جدا میکنه، اما یه جایی هم تو همین شعر الان داره وصل میکنه، میگه تو معنی اونو دوست داشتی در واقع، خودت نمیدانستی. الان هم صورت هست اما معنی نیست. الان خب تو عاشق معنی بودی، اما معنی ملموس نیست، معنی مبصر نیست، معنی مسموع نیست، معنی با حس درک نمیشه، معنی معقول است. پس تو عاشق معنی بودی و معنی معقوله و در واقع عقل عاشق بوده، در واقع عقل عاشق بوده، یعنی عقل از عشق جدا نبوده در یه مرحله ای. خیلی زیبا استاد. حالا اسم مولوی پیش اومد، جلال مولوی، واقعا این فیلسوف عجیبی هم هست. حالا همین بیان داره نتیجه میگیره، میخواد بشریت رو از ظاهرگرایی محض به باطن ببره، به اون چیزی که امروز خیلی میتونه به کار بشریت بیاد. مثلا یکی فکر میکنه که به پول برسه به همه چی رسیده، میره میبینه نه، اون حسش ارضا نشد. مثلا به فلان مقام برسه به همه چی رسیده، میبینه نه. الان ما میبینیم اونهایی که قدرت و ثروت دارن بیشتر از همه شوریده اند. بله، شارب شورابه ی آب و گلن با قول مولوی. بعد میاد ایشون نتیجه میگیره، میگه اهل دنیا زن سبب اعما دلن، شارب شورابه ی آب و گلن. بله، آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت هم در شربت. شربت است. بله، یعنی دقیقا داره ما رو از ظاهرگرایی به یه حقیقت باطنی، یه همون معنایی که حضرت عالی فرمودی داره دعوت میکنه. اصلا قبله نگاه بشریت داره. بله، چقدر این بزرگوار فیلسوفانه سخن میگه در قالب یقینا. بله بله یقینا، و همه این حرفا الان در کلام سهروردی هم اینجا مشاهده اما میشه. یه نکته ای که حضرت عالی فرمودید که واقعا این حکیم هم خیلی نکته سنجه، میگه اگر یه جا عقل و دل را ببری یکی میشن. همون حضرت عالی تعبیر لطیفیه که عشق عقل مسته. بله واقعا، بله آقا همینطور. بله، ایشون میگه اینها رو توجه خدا بکنید. بله، همون منشأ نوره. بله، بله، نور الانبار. بله، چقدر زیبا میفرماید. بعد این عبارت من اجازه بدید بله بخونید، شما بله تفسیر بکنید. و چون این شواغل برخیزد، یعنی اون ظاهرگرایی ها برگرده، اون کس که کمال دارد لذتی یابد بی نهایت به مشاهدت واجب الوجود و ملأ اعلا و عجایب عالم نور و دائم در اون لذت بماند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حالا ببین وقت این مقعد صدق رو خیلی عجیبه، همطور هم میره به عالم نور، یعنی به عالم عقل،
و عقلم مرا، آخه عقل بعضی فکر کنن یه حد معین، عقل بی نهایت است از نظر قابلیت. ببین بارها عرض کردم عقل نظر فعالیت، عقل در من یه فعالیت محدودی داره، من عقلم تا یه حدی کار، ولی قابلیت یعنی پذیرش نور بی نهایت میتونه این عقل بپذیرد. از چی بپذیر؟ نور، نور الانوار حق رو. و نور الانوار حق تعالی بی پایانه، بی پایان لذت، نور اندر نور، لذت اندر لذته. اون وقت عجیب اینه که اینجا حکیم سهروردی به این آیه استدلال میکنه، میرسی به کجا؟ کلمه مقعد صدق خیلی کلمه عجیبه، نشستگاهه. این کلمه نشستگاه ترجمه کنید به فارسی، مقعد صدق. الان هم در عربی مقعد یعنی صندلی، یعنی نشستگاه، یعنی جایی که قرار میگه، استقراره. میخواد بگه استقرار صدقه. صدق چقدر مهمه در نظر حکیم سهروردی و در آیه شریفه. صدق، صدق و راستی یعنی واقعیت، یعنی رسیدن به واقعیت، نرسیدن به واقعیت. اصلا کذب یعنی چی؟ یعنی خلاف واقع. مگه در تعریف کذب شما چی میگی؟ عدم صدق. یعنی خلاف واقع. کذب یعنی خلاف واقع. واقع عالم هستی، واقع هستی نوره، واقعی هستی نور الانواره و اتصال به مقام نور الانوار، این واقعیته، این صدق است. شما به اینجا که برسی استقرار پیدا میکنی، مادون این واقعیت نیست، واقعیت میپنداری شما، یعنی در پندار گرفتاری، در وهمی، در اونچه که واقعیت نیست به جای واقعیت میگذاری. این زندگی، زندگی واقعی نیست. بسیاری از مردم یه عمری رو در غیر واقعیت زندگی میکنه، اونو واقعیت میپندارن. آیا باید واقعیت را زیست یا غیر واقعیت را زندگی کرد؟ واقعیت را. تمام مشکل اینه که آدم واقعیت را زندگی نمیکنه، غیر واقعیت را زندگی میکنه. یعنی در خودشو گول میزنه دائم، با خودش در کرنجاله، یعنی اونچه که نیست به جای اونچه هست میپندارد. یه چیزایی واقعی میدونه که واقعی نیست و در پندار باقی میمونه. اون صدقی که حضرت حکیم سهروردی میگوید و از آیه کریمه قرآن استمداد میکنه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. حالا ارتباط رو ببین، هم جایگاه استقراره، صدق استقراره، در کذب استراب هست، در کذب استقرار نیست، در باطل استقرار نیست، همواره خطر، یعنی وهمه، یعنی باطله، یعنی واقعیت نداره. چیزی که واقعیت نداره استقرار داره؟ استقرار در واقعیته و صدق واقعیته. یکی اونجا که یعنی استراحتگاه استقرار، صدق استقراره، بعد میگه عند ملیک مقتدر، و سرانجام ملیک که مبالغه مالکه و اقتدار، مقتدر اقتداره، قدرت هم با صدقه. ببینم قدرت صدق بیشتر یا قدرت کذب؟ کذب توهیست، اصلا قدرت نداره، واقعیت نداره، پوچه. کذب توهیست، یعنی فاقد همه چیزه. قدرت در صدقه و صدق در آگاهیست، یعنی با آگاهی انسان به صدق میرسه، کسی که ناآگاه نیست به صدق نمیرسه. یعنی ارتباط مطالب رو میخوام عرض کنم، رو از نور شروع میکنه، از ادراک حسی شروع میکنه، هی میره میره بالا تا عقل و به نورانیت و هی مقامات نور تا به نور و انوار. اونجا مقام صدق، مقام استقرار و مقام اقتدار. قدرت در راستی است و صدق در واقعیت، غیر واقعیت پوچ و باطل و هباء منثورا است. جناب سهروردی حقیقتا در استفاده از آیات یک چیره دستی خاصی داره، یه معماری است که واقعا آدم در حیرت فرو میره. یعنی به دنبال همین آیه است تو میخواد مقعد صدق مشخص کنه، اما چیدمانش رو ببین چقدر زیبا، یه معمار حاذقیه واقعا، در حیرت. این لطافت واقعا، این مقعد صدق رو پس ما میتونیم به جای نشیمنگاه صدق، همون منزل تمکن، بله، و قرار، بله، و استقرار که واقعیت هستی و واقعیت نوره. بله. اون واقعیت استقراره. این استعداد هم فقط در عقل که انسان با عقل میشه به اونجا رسید و با کوشش. همینو میگه. بله. با
بله. و عقلی شود نورانی. آه آه. آن مقرب بر شود.